أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إنا كبعد از وفات پیامبر بر سر کار آمدند، از حرفاشون برمیاد که خب همین که خاندان پیغمبر کنار زدن به نقشهشون رسیدن. حرفشون این بود که خب یه حکومتی، یه ریاستی به دست آمده، یه حکومت و ریاستی بر مجموعه عرب و بعدم حالا یواش یواش بر ایران و روم به دست آمده. در گذشته اینا در جزیره العرب کلن یک حکومت واحد وجود نداشته، هر قبیله بود و ریاست قبیله خودش بود و خودش، اون قبیله دیگر یه ذره این ریاست رو قبول نداشت، یه ذره کل قبیله رو قبول نداشت. قبایل برای یک دیگر یک صید بودن، اگر می توانست آن قبیله را با همه چیزش را کل قبیله را با همه چیزش را این می توانست ببلد. بنابراین توی شهر اگه سه تا قبیله است، البته سه تا قبیله نیست، مثلا اگه سه تا قبیله است، سه تا قبیله کاملا مجزا، این زیر بار اون نیست، اون زیر بار این نیست، اون زیر بار این نیست. در مکه قبیله قریشه، هیچ قبیله دیگری جان نداره، اما این قریش ده تا تیکه، ده تا پارن، با اینکه اینا مثلا خیشاوندن، یه ذره که میری بالاتر میرسن به یک پدر واحد، اما باز این اونو نه، اون اینو نه، این میخواد من، اون میخواد من. یادتون باشه در بحث سقیفه عرض کردیم که این میگه من، اون نه، اون من، این نه. این خصال راه و رسم روش عربه، من غیر من نه، من یعنی قبیله من، اون میگه قبیله من، هیچ چیزی، هیچ چیز دیگه نه. خب این در مکه هم حاکمه، ده تا قبیله در درون کوههایی که به مکه محیطه، مکه در درونش ساخته شده، در گودی در راهای آن ساخته شده، ده تا قبیله است. به اصطلاح در واقع بفرمایید ده تیره از تیره های قبیله قریش، هر کدوم میگه من. اما حالا در طول زمان به دلایل مختلف بیشترین اوقات ریاست این قبیله به دست قبیله، به دست تیره بنی هاشم است. در بعد از وفات حضرت ابو طالب علیه السلام این ریاست افتاد به دست بنی امیه، اونا همه اونای دیگه تان میخواهند اونا باشن و اینا نباشن. جنگ بدر رو ابو جهل از بنی مخزوم میکوشید اداره کند، به پا کند، برای اینکه اگر بر پیامبر غلبه کنه او به ریاستی خواهد رسید که دیگه هیچ وقت نظیر نخواهد داشت. ما حالا خوشبختانه متاسفانه نشد و شکست خوردن و نابود شدن رفتن. دائما با همدیگه در اصطلاح در تنافسن، در رقابتن، کاملا
خب این ساختمان قبیلگی عربه. پیامبر آمده و با طرحی، به اصطلاح اونا با طرحی به عنوان پیامبری، همه رو برده، همه ریاست ها، همه قدرت ها، همه اومدن زیر بار او، ناگزیر شدن. قبیله قریش با همه قدرتش رفته زیر بار پیامبر. با وفات پیامبر گفتن خب حالا تا حالا شما بردی، یه دوره 10 ساله شما ریاست کل جزیره العرب رو بردی، حالا وقت ماست، دیگه به شما اجازه نمیدیم، ما به شما اجازه دیگه نمیدیم. لذا نشسته بودن، گفته بودن فرد اول این آغاز، فرد دوم این آغاز، فرد سوم این آغاز، فرد چهارم، کاملا چیده بودن آدماشو. در این چیدمان اصلا جایی بر امیرالمومنین در چیز ششم هم نبود، به عنوان گزینه ششم، هفتم، اصلا همش باید تو خودمون بگرده. شما یه دوره به اصطلاح ریاست عرب را به دست گرفته اید با نام نبوت. ببینید حرف چه اندازه فجیعه. یه ریاستیست بر کل عرب، حالا اضافه هم شده که شده، بر کل عرب یه ریاستیست. شما اسم شما در این ریاست نبوته، حالا بعدم اسم ما خلافته، بنابراین دیگه شما خلافت رو نخواهید برد. ما اصلا اجازه نمیدهیم که بعد از ما به خلافت برسید، بخشید، یعنی در اداد ما، در شمار ما. حالا البته خدا خواست 2 نفر از اون کسانی که اینا چیده بودن، 6-7 نفر 8 نفر، 2 نفر اینا زود مردن. و رفتار عثمان یه جوری بود، بد بود، که مردم ریختن کشتنش. امیرالمومنین به حکومت رسید. اینا اصلا نمیخواستن، یه روزم حکومت امیرالمومنین نمیخواستن. حالا شد، از دستمون خارج شد. خب تر اینه، میگن که یه ریاستی بود، شما دوره خودتون رو به نام نبوت بردید، حالا دوره ماست، در دوره ما به نام خلافت هست و ما وقت ماست، نوبت ماست، حق ماست. ببینید طرح چه جوریست. اینه که عرض میکنیم عین متن تاریخ طبری است. تاریخ طبری مهمترین تاریخ اهل سنت است. البته این حرفا رو میزنی نمیپذیرن و قبول نمیکنن، اما حرف هستش دیگه، گردنشون بار است که در اون دوره طرح اینجوری بوده. برای تقسیم قدرتی نشستیم توی سقیفه، تقسیم قدرت کردیم، لذا اصلا مثلا مردم مدینه حق ندارن، اصلا حق ندارن در این ریاست، حق ندارن. شما باید برین کنار، باید فرد دوم باشید، کمک کار ما باشید. اونجا میگفتن شما وزیر باشین، ما امیر باشیم، شما وزیر باشید، کار ندارم. این دوران رو ما به اصطلاح میگیم که خانه‌نشین بود امیرالمومنین. حتی بفرمایید خانه‌نشین هم نبود امیرالمومنین، حتی خانه‌نشین هم نبود. ما 2-3 تا مزرعه از امیرالمومنین میشناسیم. مزرعه ابی نیزر هست، مزرعه بقیبقه هست، 2-3 تا مزرعه های بزرگ هست. این زمین هاییست که زمین های بیابونه بوده، از که پیامبر به امیرالمومنین بخشیده بود و بیابونا بخشیده بود و امیرالمومنین مثلا اینا برای اینا چاه کنده بود و آبادان کرده بود و دونه دونه درخته خرماشو کاشته بود و بعدها اینا شده بود یک باغستان های بزرگ از خرما. امیرالمومنین تمام هفته اونجا بود، هیچ وقت در دسترس دیده نمیشد. یعنی حتی برای جانش خطر بود که اگر دیده بشه تو دست بال. چون بستونه که دورتون رو گذروندین، برین کنار، وقت ماست. به این مقدار راضی بودن. داریم میرسیم به
اون قسمت آخری بحث که بنی امیه که بر سر کار آمدن، بنی امیه کینه های پدرکشتگی هم دارن. اونا پدرکشتگی ندارن، فقط رقیب. من رقیبم نمیخوام ببینم. خب اینا رقیب رفت پنهان شو، اصلا جلو چشم نیست. خب راحتیم ما، خیالمون راحته. ریاست دست ماست، ثروت دست ماست، قدرت دست ماست. ببینید بعد از وفات پیامبر یه فرماندارانی، یه نمیدونم فرماندهان جنگی، یه مجموعه تقسیم چیز شد. مثلا فرمانده لشکر شام این شخص باشه، فرمانده لشکری که به ایران میره این شخص باشه، فرماندار مثلا شهر کجا کی باشه. اینا همشون از قبیله خودشون، از همون خودشون بود. مردمان مدینه که ما میگیم انصار، اینا برخواستن که این چه رسمیه، حتی یه نفر در میان جمع ما، قبیله بزرگ ما، ما اسلام و با شمشیر ما بر سر قدرت رسیده است، شما همه فراری بودین از شهرتون، اومدین به شهر ما پناهنده شدین، ما به شما قدرت و قوت دادیم. حتی یک نفر آدم قابل و لایق بر فرمانداری یک شهر، فرماندهی یک لشکر در میان ما نیست، همش باید قرشی باشه، از تیر و طایفه شما باشه. اینا یه نفر گذره، فقط یه نفر. بعدم قاعدتاً با یه مدتی فاصله اون یه نفرم هست شد، قدرت شد مطلق قریش. اینجوری در هر صورت این دوره وقتی گذشت و امیرالمومنین دیگه دیده نشد، در کوچه بازارهای مدینه دیده نشد، در حوادث مهم دیده نمیشه، امیر حضور نداره که اینا احساس مزاحمت کنند، که اگر احساس مزاحمت بکنند یه نفر سران مخالفشون رو اینا با تیر زده بودن و بعدها شهرت داده بودن که اینو جن کشته، به تیر جن گرفتار شده است. این خطر برای امیرالمومنین هم بود، بنابراین امیرالمومنین دیده نمیشد. چند سال؟ شاید 20 سال. یعنی این اواخر دوران عثمان، چون خرابکاری عثمان زیاد شده بود، ناگزیر امیرالمومنین باید باشه که بتواند جمع کنه و باز خرابکاری اینقدر شد که از دست امیرالمومنین خارج شد، یعنی جوری که از دست خارج شد فکر کنم باز امیرالمومنین جمع میکرد. کار ندارم، 20 سال امیرالمومنین پنهانه، دیده نمیشه، یک مقدار اندکی گاهی شاید مجبور بود در نماز جمعه شرکت کنه، شاید مجبور بود در نماز جمعه شرکت کنه، از اون راه دور مثلا 5 فرسخ راه بود بین اون به اصطلاح مزرعه های ایشون و اون باغستان های ایشون تا مدینه، مثلا اون 5 فرسخ رو بیاد به شهر مدینه برای که در نماز جمعه شرکت کنه. در غیر از اون نیست اصلا. خب بنابراین خطر از جان امیرالمومنین گذشت، دیگه اینا برخوردی با امیرالمومنین احساس نمی کنن، بنابراین قدرتشون رو مطلق می دونن، زندگی می کنن. عرض کردیم عصر بنی امیه عصریست که اصلا شما پنهان بشی و نمیدونم توی مزرعه خودت باشی و تو باغستان خودت باشی هم نباید باشی، در حد نباید باشیه. توی جنگ بدر پدر بزرگ معاویه بوده، عموی مادرش بوده، یعنی پدر مادریش، پدر بزرگ مادریش بوده، عموی مادرش بوده، برادر خودش بوده، به دست حضرت امیرالمؤمنین و به دست حمزه و به دست اون قوم خیش دیگرشون کشته شدن اینا. بنابراین این خون طلب داره. اسلامی که قبول نداره که، با پیغمبر دشمنه. چرا؟ چون او آمد و ریاست را از ما گرفت. بنابراین هم دشمن خونی هن، هم با اسلام دشمنی دارن، با اسلام دشمنی دارن، میخوان اصلا اسلام نباشه. بحثش مفصله، نمیخوام عرض کنم.
بنابراین نمیخوان اسلام باشد، نمیخوان خاندان نبوت باشند. طرحشون در این حد است که بنی هاشم حتی یه نفر هم نباشه. در جنگ صفین امیرالمؤمنین اجازه نمیداد از بنی هاشم کسی به میدان جنگ برود. در جنگ جمل فرماندهان اصلی بنی هاشم بودن، اما در جنگ صفین اجازه نمیداد. جوانای بنی هاشم هم اجازه نمیداد برن جنگ. یکیشون بی اجازه رفته بود جنگ و اتفاقا هماورد خودش هم کشته بود و بعد برگشته بود، امیرالمومنین باهاش برخورد سخت کرد. خب من رفتم، این منو صدا کرده به میدان جنگ، من چاره نداشتم، باید برم جنگ. فرمودن تو مخالفت امامتو کردی، گناه کردی. این رفته بود جهاد اما گناه کردی چون مخالفت امامتو کردی. بعد اونجا فرمود که این معاویه میخواد حتی یک نفر نفسکش از خاندان ما نباشد. شما نباید برین دم دستش، وسیله پیدا کنه به هر نحوی شما رو بکشه. خب طرح اون برای نابودی بنی هاشم است، طرح او برای نابودی اسلام است. خب اینا کی به آرزوش رسید؟ در کربلا. ببینید یه نفر حتی بچه شیرخواره 6 ماهه را هم کشتن. هیچ کس از بنی هاشم در این جنگ زنده نماند تا این حد. اسلام رو هم که از سر تا ذیلش رو اینا به دست گرفتن دارن. اونم حالا بحثش مفصله که چه کار با خود اصل اسلام داشتن میکردن، حالا انشالله باز بعد براتون عرض خواهم کرد. اینا به همه آرزوهاشون رسیدن. حضرت زینب سلام الله علیها آمده با لباس اسارت، ایشون با دو واسطه، ایشون دختر امیرالمؤمنینه، امیرالمؤمنین علیه السلام فرزند حضرت ابو طالبه. حضرت ابو طالب گفته میشه شیخ العباطه، بزرگ همه اون صحراهاست، یعنی بزرگترین شخصیت در میان عرب. این لباس اسارت پوشیده تو مجلس ابن زیاد آمد، یا به جلسه یزید آمد. همون فرمایشاتی که ایشون فرمود امن العدل یا ابن الطلقا، تو آزاد کرده پدران ما هستی، پیامبر شما رو آزاد کرد. در فتح مکه همه رو هر کاری میخواست، شهر رو فتح کرده، هر کاری میخواست میتونست بکنه، حداقل میتونست تمام بزرگان شما رو بکشه که یه عمر با اسلام و ایشون دشمنی کردید، همه رو آزاد کرد، بخشید. آیا عدل است ای فرزند آزاد کرده پدران ما که ما در با این لباسهای اسارت در مثل عام مردمان بیگانه باشیم و دختران کنیزان تو پشت پرده باشند؟